با سلام خدمت شما دوست عزیز، تو این جلسه با حرمتی نرم افزار پاورپوینت آشنا میشید. برای اجرای نرم افزار پاورپوینت اگر طریق دکمه استارت دارید اقدام میکنید، کافی رو استارت کلیک کنید و توی این کادر قسمت واژه پاورپوینت رو سرچ کنید که توی این قسمت براتون نمایش داده میشه. با یک بار کلیک روی پاورپوینت 2013 نرم افزار پاورپوینت برای شما اجرا میشه، و یا اگر طریق رابطه کاربری ویندوز اقدام به اجرای نرم افزار پاورپوینت میکنید تو این قسمت یا حالا تو این قسمتش فرقی نمیکنه، کافیه واژه عبارت پاورپوینت رو سرچ بکنید تا تو این قسمت برای شما نمایش داده بشه پاورپوینت 2013، و با یک بار کلیک روی پاورپوینت 2013 نرم افزار پاورپوینت 2013 برای شما اجرا میشه به این صورت. وقتی که نرم افزار پاورپوینت 2013 اجرا شد شامل چند تا قسمت هستش به این صورت. تو این قسمت ریسنت فایلایی که اخیرا باهاشون کار کردیم نمایش داده میشن. از طریق این گزینه Open Other Presentation میتونید فایلایی که تو قسمت های دیگه هستش رو باز بکنید و باهاشون کار بکنید. اینا یه تعداد فایل های الگو هستن که برای شما قرار داشتن، شما میتونید ازشون استفاده کنید به عنوان الگو. و اما این گزینه بلانک پرزنتیشن مربوط میشه به ایجاد یه فایل ارائه مطلب، که یه فایل ارائه مطلب که شامل یه اسلاید خالیه برای شما ایجاد میکنه که این اسلاید خالی هیچ زمینه یا متنی نداره، و با یک بار کلیک روی گزینه بلانک پرزنتیشن میتونید اون فایل ارائه مطلب خودتون رو یا اون فایل ارائه رو ایجاد بکنید به این صورت. خب وارد نرم افزار پاورپوینت 2013 میشید به این صورت که شامل قسمت های مختلفیه. اولین قسمت مربوط میشه به منوی فایل که اینجا قرار گرفته. کافیه به این گزینه فایل کلیک بکنید تا به گزینه هایی که قسمت فایل قرار گرفتن دسترسی پیدا کنید. بعدا توضیحات این قسمت رو جلسات جلوتر براتون میگم. قسمت بعدی مربوط میشه به نوار ابزار دسترسی سریع یا کویک اکسس تول بار، شامل این قسمت هستش. به تعداد گزینه ها میتونید دسترسی داشته باشین که گزینه ها رو اینجا مشاهده میکنید. با زدن تیک برای برداشتن تیک میتونید گزینه ها رو کمتر و یا بیشتر بکنید دوست عزیز. قسمت بعدی نوار عنوان یا تایتل بار هستش که شامل این قسمت هستش. تو این قسمت نام فایل ارائه مطلب باز شدن نشون میده و نام نرم افزار رو دوست عزیز. قسمت بعدی دکمه های کنترلی یا کنترل باتن هستن که شامل کلوز، ماکسیمایز و مینیمایز هستن. قسمت بعدی ریبون هستش. این قسمت هستش. به این قسمت میگن ریبون. نوارهای پیمایش هستش، اسکرول بار، که تو این قسمت و یا تو این قسمت به صورت حالا عمودی یا افقی قرار گرفتن. به وسیله نوار پیمایش و افقی میتونیم اسلاید رو زمانی که محتوای اون بزرگتر از اندازه پنجره باشه پیمایش کنیم. از نوار پیمایش عمودی هم برای حرکت بین اسلایدهای بعدی و قبلی میتونیم استفاده بکنیم. قسمت بعدی ناحیه ویرایش اسلاید یا اسلاید پین هستش. تو این ناحیه اسلاید فعال که انتخاب شده باشه نمایش میده تو این قسمت، که میتونیم حالا اون رو اصلاح بکنیم و هر تغییری می‌خوام درش ایجاد بکنیم. و حالا از طریق نوار اسلاید میتونیم اسلاید منظر رو برای نمایش توی ناحیه انتخاب بکنیم، که توی این قسمت حالا اسلاید ها ما یه دونه داره اکتیز اسلاید ها بیشتر باشه، میتونیم از طریق نوار اسلاید اون اسلاید منظر خودمون انتخاب بکنیم و توی این قسمت اسلایدش بکنیم. قسمت بعدی ناحیه نکات ارائه دهنده هستش. این قسمت هستش نوت، که توی این قسمت که این ناحیه زیر ناحیه ویرایش اسلاید قرار گرفته، توی این ناحیه میتونیم توضیحات ارائه دهنده رو برای نمایش اسلاید درش کنیم. قسمت بعدی نوار اسلاید بار هستش، که تو این قسمت قرار گرفته، که به صورت عمودی حالا یا سمت چپ یا حالا سمت راست فرق نمی کنه، و لیستی از اسلایدهای موجود در این فایل ارائه رو به ما نشون میده. قسمت بعدی ابزار بزرگنمایی یا زوم هستش، که تو این قسمت قرار گرفته. قسمت بعدی انتخاب نوع نمایش هستش یا ویو شورتکات هستش، که تو این قسمت هستش، شامل نورمال، اسلاید سورتر
ریدینگ ویو و اسلاید شو هستش. قسمت بعدی هم نوار وضعیت هستش که تو این قسمت قرار گرفته. ریبون از یه قسمت های تشکیل شده که حالا قسمت های اصلی ریبون عبارتند از قسمت اولیش سربر یا تب هستش. میگن تب هوم یا حالا سربرگ هوم، تب اینستر، تب دیزاین. به داخل این تب گروه هایی هستن یا حالا گروپ هایی قرار دارن، مثل گروه کلیپ بورد، گروه اسلاید، فونت، پاراگراف، دراینگ و حالا ادیتینگ، که هر کدوم از این گروه ها به فرض گروه حالا فونت داره یه تعداد ابزارهای گروه هستش. و این قسمت هم مربوط میشه به مشاهده پنجره محاوره یه گروه. یه سربرگ هم هستش به اسم سربرگ وابسته. وقتی که شما دارید روی یه شی خاصی توی این فایل ارائه مطلب روش دارین کار میکنین، سربرگ وابسته مربوط به اون شی ظاهر میشه. بفرض من اگه این شی رو انتخاب بکنم، میبینید این سربرگ وابسته برای من نمایش داده میشه. اما انتخاب این گزینه فرمت میتونم به گروه ها و حالا ابزارهای گروه دسترسی داشته باشم. به این صورت این سربرگی رو هم که انتخاب هستش بهش میگن سربرگ فعال. دوست دارید این هم نظر داشته باشید. برای حالا مینیمایز کردن ریبون هم شما میتونید تو این قسمت دوبار کلیک کنید یا دابل کلیک بکنید، ریبون رو مینیمایز کنید و با دابل کلیک مجددا اونو از مینیمایز خارج بکنید و یا با کلید های ترکیبی کنترل و F1 میتونید ریبون رو مینیمایز بکنید. اما توی که بهتون گفتم فایل ارائه مطلبی که ما الان ایجاد کردیم شامل یه دونه اسلاید خالیه که اینجا قابل مشاهده هستش. این قسمت در حقیقت میشه بهش گفت کاد نگهدارنده عنوان اسلاید هستش این قسمت. و این قسمت هم مربوط میشه به کادر نگهدارنده متن اسلاید. دوست عزیز،